دروست چند شب پیش رئیس جمهور کرزی شماری از رهبران افغانستان، اشخاص سرشناس و نماینده های مجلس را در ارگ ملاقات کردند و همه اینا به رئیس جمهور گفتند که صلح باید با پاکستان کرد، گفتگوی صلح، مذاکرات صلح باید با پاکستان باره و با اینا طالب کسی نیست که باید با اونا مصالحه شود و گفتگو شود. و گفتم میشه که رئیس جمهور کرده هم به نوعی پذیرفته همی گبره. شما فکر میکنین که افغانستان آیا واقعا باید با پاکستان وارد گفتگوهای صلح شود؟ اصل گپ های مینا گفتن امو دوری که رژیم دست نشانده گذشته که میخواستن با مجاهدین ملاقات بکنه و مجاهدین حرفشان صداشانی بود که نه، ما با روسا با شوروی ملاقات میکنیم، مذاکره میکنیم، چون طرف جنگی ما اونا هست. شما چه کسایی هستین که اونا آوردن و آدم آکاری شما را اینجا پوست و ریاست جمهوری اینا نصب کردن؟ طالبان همی چه را دارن، همی مرتبه درجه را دارن، همی وضعیت دارن. طرف اصلی جنگ ما بلی پاکستان است، ایسای پاکستان است، فوجی پاکستان است، با اونا باید تفاهم صورت بگیره. اگر اینا سبی حال بیاید بدانن که ما افغان هستیم و عزت افغانی خود حفظ بکنن، فرهنگ افغانی خود حفظ بکنن و وطن خود دوست داشته. حالا شما ببینید که مولانا فضل الرحمن میگه که مکتبای دختران را در افغانستان بسته شده و با آتش کشیده شده، ولی دختر خودش به لندن با جادای پرزر خوب برخ لندن درس میخونه. اینا در این جمعی میگه که انجینر را بکشن، ولی خودشان متخصص و انجینرشان روی دنیا را گفته تحصیل میکنن، میان به خودشان خدمت میکنن. ما را میگه که دخترها باید اینجا درس نخونن، از خانه نبرن، ولی وزیر خارجه خودشون دختر میباشه، زن میباشه، نه صدای خودم میکشن، نه عصبانی میشن، نه حساسیت نشان میتن. در اینجا میگه شریعت رو نافذ میکنیم، یک کشور اسلامی، یک کشور سنتی در سطح دنیا ما میگیم که بهترین کشور اسلامی است، ولی به سینمای خودشان فیلم سکس آزادانه برنامه‌ریزی گذاشته میشه و با فشار مول اسلام آباد بوده میل کسیت سکس آزاد فروخته میشه، اما اون رو نمیبینه، چشم خود پناه میگیرن. یک برداشت های عجیبی متفاوت وجود داره. ما امیدوار هستیم که طالبای ما متوجه شود که وطن خود دوست داشته باشن، وطن خود جور بکنن. ما بیا برادای مستفیده هایی که اگر جای ما که نام نمی باشد همیشه جمع کردیم کشان صحبت کنیم که دوستا دولت هم خود ما شماستیم، ملت هم خود ما شماستیم، چرا بچه هایتان در کشتن میدین؟ چرا بچه هایتان کشته شود؟ بیاین که از آمدن دنیا استفاده منطقی و خوب برای آبادی کشور بکنیم. اینا بر اشغال نیامدن. اگر هدفشان اشغال بود، ما در کنارتان اگر کلنشکوف شانه نکردیم، با راکت نزدیم و امرایتان قدم به قدم، صخره به صخره نگشتیم، بگو که نفرین به تو آدم نیستی، اگر میل اشغال کسی اگر داشته بود. حالا خوب منطق داریم، میدانیم که اینا بر اساس فیصله شورای امنیت با فیصله ملل متحد آمدن، اینا با پروتکل آمدن، اینا با خواست مردم افغانستان و رهبری افغانستان آمدن و هر وقتی که خواسته باشه اینا بیرون میبرن. چرا ما ناخدا کشتن و کشتن بتیم و مردم خود آرام بسازیم و از باسازی هم عقب بمانیم و بچه ما از دست تعلیم و دختر ما از دست تعلیم دور بمانند؟ این طالبا باید سر حال بیاد، سروش بیاد. در کدام عرض میکنم، در کدام مدرسه ما مداخله خارجی وجود داره؟ در کدام مسجد ما مداخله خارجی وجود داره؟ مدرسه ما رو خود شما از بین برده رسین که فوج برین با کشتن میتین. از اینکه در که نسل کشی اسلامی دیگه است، مسجد ما رو خود شما متضرر میسازین که من میار انفجار میتین، از بین میبرین، هم وحشت خلق میگه دیگه کسی نماز نره نخونه و هم اون مسجد از بین میبرین. از اینکه از ضربه فکری و انگیزهی در برابر اسلام دیگه در کجاست؟ خارجی خود کار با ما نکرده، خارجی با مسجد ما دست نزده، خارجی با دین ما دست نزده، خارجی با ملا مولوی ما دست نزده، خارجی با مدرسه ما دست نزده. پس والی صاحب شما موافق هستین که باید با پاکستان وارد گفتگوهای صلح شد؟ من کاملا تایید میکنم فیصله رئیس جمهور و آنانی که با رئیس جمهور نظر دادن. پس طالب کیست؟ بالاخره اون طالب وسیله. شما ازش ماشین جنگی به نام ماشین جنگی یاد کردین، این یک افغان هست؟ بله، ماشین جنگی یک وسیله است دیگه. بله، اینا وسیله که تا ایسای کار فعالیت میکند افغانی است. بله، طالب افغانی هست و اینا رو استفاده میکنه، اینا خسر حال نمیان دیگه. پس به خاطر آرام ساختن به اصطلاح افغانی های ما بریم دست و دامان از پاکستان؟ دست و دامان نه، باید با پاکستان مستقیم منش کشور مستقل و آزاد ملاقات شوه و برایشان گفته شوه که با کشور ما دیگه شما مداخله نکنید، چی از ما میخواین، از کشور فقیر با پابرنده چی میخواین؟ اگر یک ما پاکستان طالب حمایت نکنه دیگه طالب
دیگه ماشین جنگی وجود نمیداشه باشه. خب پس که میگم ولی 10 سال گذشته حکومت افغانستان این کارا نکرد. خب حکومت شاید خواسته باشه که از راه دیالوگ، تفاهم و روش‌های دیپلماتیک و کار بگیرن، از منطق اصولی و خوب کار بگیرن تا این پاکستانی هم سر عقل بیایه که مشکل حل شه. ولی متاسفانه پاکستان از سر این ملت فقیر دستبردار نیست. چی بهتر از که ما پشتی نگردیم که پاکستان یک حکومت، یک دولت قدرت اتمی است. امروز بیش از 45 کشور در افغانستان حضور داره. بهترین موقعی است که رئیس جمهور بخزه یک بسیج عمومی را در برابر پاکستان اعلان بکنه، یا اسلامشه. شما ببینید که شانس بسیار خوب است که 45 کشور اینجا است. وقتی که حکومت پاکستان، فوج پاکستان یا حالا ارتش پاکستان میه سرزمین افغانستان، نه یک تا، نه دو تا، نه صد تا، 500 تا یک بار، 700 تا دیگه بار راکت می اندازه، موشک می اندازه به خاک افغانستان، و نه ارتش ما و نه هم رئیس جمهوری ما کسی صداش بلند نمی کنه. پس چه توقع داریم که حالا بریم ما گرد میز مذاکره بشینیم و جدن به عنوان یک کشور از شما بخواهیم؟ تانوز این کار نشده، تانوز این کار نشده. با جدی گپ داشته با پاکستان، پاکستان رو با دست باز و آزادی عمل به اختیارش گذاشتیم که بیا ما را هم بزنه، هم بکشه، و هم اقتصاد ما را بر هم بزنه، هم وحشت خلق بکنه، و هم انگیزه خلق بکنه، و هم یک تعداد نوکرا را به دست خود بگیره. ما او را آزاد ماندیم. حالا با توجه به اینکه شما گفتین نوکرا، گفتم میشه که حتی پاکستان جاسوسش در حکومت داره، شما را به این باور هستن که اینمی جاسوسا مانع اقدام رئیس جمهوری میشن؟ شما به این خب با او ستخانه میدانم، اما میدانم که پاکستانی ها در نظام ما بلی مهرهایی دارن، نفوذی دارن، همه که در یک مرکز اینا مواد قبلا جابجا میکنن، سلاح ثقیل جابجا میکنن، بعد چهار تا انتحاری میان و میبرن، ساعت‌ها جنگ میکنن. معنیش است که مورهای در دولت هست، با استفاده از وسایل دولتی، حتی از وسایل پلیس و اردو در اونجا مواد میرسانن و دختره اونا قرار میتن که موره را ایسای بله دار. و ای که رئیس جمهور اخیرا گفته که خب شورای کویتی طالبا که در پاکستان هزار کویته است، اساس مشکلات افغانستان این از اینمی جه هست و پاکستان باید جدا اقدام بکنه بر در برچیدن اینمی شورا. فکر میکنید حالا رئیس جمهور کرزی واقعا میخواهد که اقدام جدی بکنه؟ حتما حوصله‌شان به سر رسیده دیگه و جایی نمانده که چیزی که جدی برخورد نکنن. رئیس جمهور فهمید که به خود نام کسی رحم نمیکنه، به برادرش رحم نکرد، به رئیس شورای سالشان کسی رحم نکرد، و واضح شده که برای خودشان هم رحم نمیکنه و برای کودک معصومشان هم دیگه دشمن رحم نمیکنه. و این رئیس جمهور قبلا هم متوجه بود، حالا جدی تر متوجه شدن. بله، نه تنها شورای کویته بلکه شورای پشاور، بلکه اون آنانی که به نام ملا حسن و به نام ملا منصور و کیوکی که در کراچی شدن فعالیت میکنن، همه اینا مشکل اساسی افغانستان هستن. ولی شما به مردم چه اطمینان میدین از انسجام بهتر جمعیت اسلامی افغانستان؟ جمعیت یک حزب بزرگ فراملیتی، فراقومی، فراولایتی و محلی است. در سطح کل افغانستان نفوذ بسیار گسترده داره و یک ظرفیت و یک سرمایه بسیار کلان است. به می خاطر از بعضی دوستا متوجه است، دوستا بگویم، بعضی شخصیت ها بگویم، متوجه است که جمعیت باید پارچه بکنن تا این جمعیتی که با او عظمت حضور داشت یا او عظمت نداشته باشه. این شخصیت ها کی هست؟ خب نمیتونم که نام بگیرم تا که تحقیق نشه، باز بعدا از من دم اطباط میبرایی. ولی شما مطلع هستین وقتی نام میگیرم؟ بله مطلع هستم، شناخت دارم، میشناسم، ولی آی فعلا نمیخوایم که نام ببرم. آی واقعا کسایی هست که میخواید جمعیت پارچه شود؟ بله کسایی هستن که جمعیت پارچه شود. و اعضای برجسته جمعیت مثلا شما و کسای دیگه ای که مطرح هستند در جمعیت اسلامی افغانستان، از جمله فرزندانشان، فرزندان رهبر شهید هدف هم هست، چه کار کردین به خاطر جلوگیری از پارچه شدن؟ خب تانوس متوجه می هستیم، متوجه می امر که جمعیت پارچه نشد، انشاب به جمعیت نبیه. ما اجازه برای جلوگیری از این توطئه ها تلاش داریم که صلاح الدین ربانی فرزند ارشد استاد، البته بعد از اینکه با بزرگان موافقه میشه، حتما یک مجلس کوچک گرفته میشه در رابطه، بعد توافق همه، اگر همه موافق بدن، سرپرست موقت این چه اینا، و تا یک مدت بسیار کم و کوتاه کنگره یا مجمع عمومی جمعیت دار شوه و این مجمع عمومی در سه تعیین سرنوشت رهبری جمعیت تصمیم میگیرن که یک تصمیم بسیار معقول، مشروع و
و در یک فضای دموکراتیک خواهد بود. شما خاطره ای از رهبر شهید ما داریم با ما شریک بسازیم؟ خب از رهبر شهید بدون شک که خاطرات بسیار زیاد داریم. یک از خاطراتش که فراموش نمی کنم، هم به خط به من اشاره کردند یک وقتی و هم رو روی به من گفتند که علزه در ذهن من تلقین شده است. به من گفت که نام ما گرفت که فلانی وقتی ایده شده که ما یک کاروان هستیم که مگذاریم و برای فرزندهای آینده و نسل نوین و نسل آینده کشور باید کارهای ما نگار بکنیم تا ماهایی که میریم برای ما نفرین نگویند و یک سیستم یک چیزی ماندگار خوب معقول و مشهور بین بوده باشه که و اونا از این طریق بسیج شوند و پیش برن، این راه یافته بوده باشن. خدای نخواسته ما کاروان است ما کار نکردیم به ماندگار برای نسلای بعدی، برای ما نفرین و لعنت خواهد گفت نسلای بعدی که بودن و کار کردن و رهبری کردن و جهاد کردن مقاومت کردن بل باسازی حکومت هم زحمت کشیدن، ولی هیچ چیزی از اینا با یاد به ما نمان، یعنی یک خط و مشی راه یک سازمان یک حرکت سازمان شده و منظم منسجم برای نسل بعدی که نبوده طبعا اونا متفرق میشن. یادم نمیره یک صحبتش یک روز یادم فراموش نمیکنم، یک خاطر است، به می مسجد روضه مبارک صحبت کرد. خب صحبت بسیار طولانی بود، دو کلمه شه خدمت شما میگم. گفتن که برادرای عزیز ای به این کشور فاجعه وجود داره، هر کس دعوی هر بخش و هر بود داره دعویش میکنه. بالاخره جمله شما کوتاه شده که نمچه ملا بلای دین، نمچه دکتر بلای جان. واقعا ما آدم میبینه که نمچه ملاها از اسلام چیز دیگه را برداشت میکنن، اکثرا مسلمان از طرز رفتارشن. نمچه دکتر بلای جان واقعا وقتی که نفهمه خود انسان را یا به پیچکوری میکنه و توصیه دوای غلط میکنه. تشکر میکنم والی صاحب از حضور گرم شما در برنامه جفنا. بیننده های عزیز این بود برنامه کنونی، تا برنامه بعد پدرود. تشکر شما. ممنون. تهیه شده در تلویزیون نور.